اصلا نرم افزار ما از اول اول شروع بکنیم. شما نرم افزار موقعی که باز میکنین، نرم افزار سالید ورکس، سه تا محیط جلوی شما وجود داره. یعنی این صفحه اول سالید ورکش که شما برای اولین بار باز میکنید. Part, Assembly and Drawing. Part همون چیزیه که ما قراره تو این 8 هفته روش کار بکنیم. ما با این دوتا فعلا کاری نداریم. تو این قسمت شما یاد میگیرین که چجوری پروفایل دو بعدی بکشین، یعنی یه چیز دو بعدی که میبینین دیگه، و بعد چطوری این پروفایل دو بعدی رو ما تبدیل بکنیم به سه بعدی. خب همونجور که شما میدونین ما هیچ چیزی رو مستقیما نمیتونیم 3D به وجود بیاریم مگر اینکه قبل از اون یک پروفایل دو بعدی ازش ایجاد کرده باشیم. تمام تکنیک ها اینجا توی دو تا دونه تب اسکچ و فیچر انجام میشه. حالا شما موقعی که ایندیویژوال پارت رو اینجا کشیدین، میخواین شما حتما یه مکانیزم دارید، هر نوع مکانیزمی در نظر بگیرید، حتی مکانیزم نه، ساده ترین چیز ممکن، یه بطری آب معدنی یه لیبل داره، یه بادی داره، یه کپ داره اون بالاش، این خودش یه اسمبلیه. یعنی شما سه تا دونه پارت اینجا میکشین، بعد میایین این تو این سه تا رو به هم وصل میکنین، میشه اون بطری آب معدنی. اسمبلی دراینگ رو واسه انجام میدیم، شما خودتون بهتر از من میدونید. اسمبلی دراینگ بیشتر برای اینه که یه آیدیا بده به سازنده که این قطعات چطوری قراره به هم دیگه وصل بشن. و این دراینگ ماژول هم به ما اگزیکیوتیو داکیومنت میده. ببین همونجور که شما میبینید برای اینکه یه نقشه بره برای ساخت، یعنی مانیفکتچر بسازتش، نه از روی اسمبلی میتونه بسازه نه از روی اون پارت میتونه بسازه. They need detailed drawing. Detailed drawing یعنی دایمنشن راجع به صحبت کرده، اگر تولرنسی قراره باشه، اگر قراره یه اتفاقاتی بیفته روی نقشه، همه داره با یه سری کدا نشون داده میشه. همجور که شما میبینید سه تا دونه ویو ارائه میشه. This is front view, top view. So this is first angle. So based on first angle, we have left view, top view and front view. حالا بعداً ما راجع به این صحبت میکنیم که توی آمریکای شمالی، نورث آف آمریکا، فرست انگل استفاده نمیکنن، ثرد انگل استفاده میکنن، و ما دراینگ هایی که میبینیم فرانت ویو میبینیم، تاپ ویو میبینیم و این قسمت رایت ساید ویو داریم. اینو دیتیل دراینگ با دایمنشن میاد یه آیدیا میده و شما میتونین از روی این قطعتون رو بسازید. خب فعلا ما روی این دوتا کار نمی کنیم و فوکس ما روی پارت. روی پارت میزنین، میتونین دابل کلیک کنین یا میتونین اوکی رو بزنین، بستگی داره که چقدر کامپیوترتون سریعه. کامپیوتر من یکمی ضعیفه، اون وارد محیط سالید ورک میشه. این محیط دیزاین سالید ورکی که شما میبینید، فوکس ما این تو این 8 هفته روی این دو تا دونه تب اسکچ و فیچر. یه لحظه من اجازه بدید. معذرت بخوام یکم سر صدا اومد با درم بستم. خب ما فیچرز داریم و اسکیچ. خب کاری که ما میکنیم، ببینید وقتی شما میانید توی فیچرز اکثر آیتم های ما خاموشه. چرا؟ برای اینکه اینا همه شکل 3D برای ما ایجاد میکنن. خب شکل 3D ها از چی ما باید ایجاد بکنیم؟ ما یه دونه شکل 2D نیاز داریم تا این کار رو انجام بدیم. خب پس نیاز داریم ما از روی اسکیچ شروع بکنیم. اسکیچ جاییه که برای ما دراینگ تودی. از اون از شما میان توی اسکیچ میبینین که تکنیکای کشیدن دو بعدی فعال هستن، مگر اونایی که قراره یه چیزی رو برای ما مادیفای بکنن. ببینید من تا یه خطی نداشته باشم نمیتونم تریمش بکنم، من تا یه آبجکتی نداشته باشم نمیتونم آفستش بکنم، نمیتونم میرور بکنم. اینا خاموشه برای اینکه ما هنوز هیچ دراینگی نداریم.
حالا چه جوری اسکچ رو میکشید؟ خب شما نگاه بکنید توی روی یو سی اس که اینجا داریم که با حالت تریمتریک هم هست. حالا زیاد ما روی اینو بحث نمی کنیم، مهم نیست که چرا چه زاویه تریمتریک به ما میده. تریمتریک یه چیزی مثل آیزومتریک. رو حالت تریمتریک هست، این ایکس وای پلینمونه، این ایکس زی پلینمونه، اینم وای زی پلین. همین رو ما اینجا داریم. ببینید فرانت پلین، تاپ پلین، رایت ساید پلین، فرانت، تاپ، رایت. ما دراینگمون رو قراره تو یکی از این صفحات، اسکچمون رو قراره یکی تو یکی از این صفحات بکشیم. اگر ما هیچ صفحه‌ای نداشته باشیم اصلا معنی نمیده کشیدن. شما چی می‌خواید اینجا مثلا هیچ پلین انتخاب نکنید، چی می‌خواید بکشید؟ ما قراره تودی بکشیم دیگه. اگر بخوایم تودی بکشیم باید توی صفحه کشیده بشه، یا باید روی ایکس وای کشیده بشه، یا ایکس زی یا وای زی. خب حالا من تاپ پلینم انتخاب می‌کنم، می‌خوام یه چیزی توی تاپ بکشم. حالا چی می‌خوایم بکشیم؟ همین موبایلتون که دستتونه یا روی میزه رو بذارین روی میز و به همین حالت بهش نگاه بکنید، مثل یه باکس میمونه. فرض میکنیم روی تاپ پلینه و میخواییم ما به این و ما میخواییم رو بکشیم. حالا ابعادش رو داریم. خب از سون از این که شما تاپ پلین رو پیک میکنین، میایین بالا روی اسکچ کلیک میکنین. وقتی این کار رو بکنین توی این نمودار درختی، اسکچ وان برای شما ایجاد میشه. خب این اسکچ وان که اینجا ایجاد شد مربوط به همین دراینگتون. اگه اگزیت بکنید از بین میره، برای شما هنوز هیچی نکشید. خب حالا موقعی که شما یه نقشه دارین، قبل از شروع کشیدن نقشه حتما ابعادش رو دارین دیگه، میدونین به میلیمتر، به سانتی متر، به اینچ، به فوت، whatever it is. خب پس موقعی که میخواین اینجا شما دراینگتون رو شروع بکنین، اول باید یونیتتون رو انتخاب بکنید. سریع ترین راه برای انتخاب کردن یونیت اینجا گوشه سمت راست پایینه، به صورت پیشفرض یونیت روی اینچ پاوند سکند، آی پی اس میشه اینچ پاوند سکند، اینچ فور لنگث، پاوند فور وید، اند سکند فور تایم. من کاری که میخوام بکنم، چون با عددهای بزرگ فعلا سر کله میزنم، MMGS، میلیمیتر گرم سکند. خب ما گرم سکند کاری نمی کنیم، چون ما هیچ تحلیلی اینجا نداریم. گرم سکند وقتی نیاز میشه که میخوایم بریم توی محیط اسمبلی و انالایز بکنیم. فقط من میخوام اینجا درا بکنم، همه چی رو به میلیمیتر میدم. خب پس میذارم یونیتم آن MMGS. حالا میام اینجا تاپ پلین انتخاب میکنم، اسکچ. ببینید اسکچ وان رفت، برای اینکه ایجاد شد دیگه. You exited. Now next one is sketch 2. حالا این اسما مهم نیست، ولی میگم یه موقعی اگر وسواس گرفتین که پس اسکچ 1 هم کو نیست و الان اسکچ 2، اینا چیزایی که by default software assign میکنه. وقتی شما create میکنید، این شروع میکنه توی مموریش نگاه کردن و نامبر دادن. هیچ اهمیتی نداره، شما حتی نمیتونید بعدا رینیم کنید. خب اسکچ 2 من میخوام قرار موبایلمونو بکشیم دیگه. خب پس میایم اول پلتفرم موبایل من یه رکتنگله. خب حالا دو نوع رکتنگل من میتونم بکشم، میتونم کورنر تو کورنر بکشم، خیلی ساده. میام کلیک میکنم اینور، کلیک میکنم اینور و میکشم رکتنگلمو. بعد میگه چه حالتایی داره، میخوای اینجوری بکنی، باید کوردینیت بدی با پارامتر بری، خیلی آپشنای دیگه داره که ما رو اینا الان کار نمیکنیم. خب یا میتونم سنتر بدم رکتنگلمو که یه سنتر رو انتخاب بکنم و بعد وقتی بکشمش روی قطر میره جلو. خب این دو حالت داره. حالا وقتی توی سالید ورکس داریم کار میکنیم، یه چیزی خیلی برای ما اهمیت داره، کنترل کردن چیزی که میکشیم. ببینید من یه دونه رکتنگل برای شما اینجا میکشم. من یه رکتنگل اینجا میکشم. دان. حالا من اگر اینو بگیرم بکشم، میتونم هر جایی حرکتش بدم. بعد حتی حالا یه سری چیزای سبز روش میبینید. اینا رو ما بهش میگیم ریلیشن. این ریلیشن ها
دراینگ ما رو کنترل میکنن. از چی؟ از اینکه دیفورم نشه. ببینید من اگر این قید این ریلیشن عمودو نداشته باشم، یعنی پاک بشه، نگاه کن چه اتفاقی میفته، اینا میتونم من درازش بکنم، کوتاهش بکنم. اگر من حتی این ریلیشن های هوریزونتال از بین بره، من نمیتونم دیفورم بکنم. بعد کلش هم که اصلا میتونی شما بگیری جا به جا بکنی. ببینید این ورتکس وسطش هم میتونی تغییر بدی، اصلا یه هوی سر یه کشیدن درگ و دراب کردن کل شکلت میزه به هم. پس یادمون باشه هر چیزی ما توی سالید ورک میکشیم رنگش آبیه، ولی زمانی شما میتونین اینا منتقلش بکنین توی فیچر و تریدیش بکنین که رنگش رو به صورت سیاه در بیارین. وقتی رنگش به صورت سیاه در میاد، یعنی شما کاملا این پروفایل رو کنترلش کردید، نه طول زیاد میشه، نه تو صفحه جابجا میشه، نه این ورمره نه اون ورمره، فیکسه فیکسه. این زمانیه که میتونین فیچرزش بکنید. حالا بماند که خیلی ها موقعی که شروع میکنن کشیدن اینا، یه نقطه‌ای که نمیفهمن چجوری باید کنترل بکنن دراینگشون ها، چون این قسمت خیلی مهمه، همونجوری میبرن و میکشن و کارشون هم انجام میشه. ولی اگر احیانا یک کلیکی یه جایی بشه و پروفایل یه تغییر بکنه، یه هم میزنه کل شکل 3D شما رو به هم ریزه. و حالا تریس بک کردن که بفهمید کجا چه اتفاقی افتاده اصلا امکان پذیر نیست. یعنی بهتره که آدم اینو پاک بکنه و از اول بکشه. خب پس این مقدمه رو داشته باشین. حالا من میخوام یه دونه مستطیل بکشم. مستطیلم رو سنتر برمیدارم. این سنتر پوینت ماست. همیشه یادتون باشه یه اصل، یه نکته دراینگ کشیدن توی سالید ورک، سعی بکنید اینو بذارین مرکز شکلت. ببین من الان نمیخوام یه دونه مستطیل بکشم، با سنتر میرم، این نقطه رو که میام نارنجی میشه انتخاب میکنم به عنوان سنتر، اینو باز میکنم. این مستطیل من این وسطه، یعنی از این ور متقارنه، از بالا متقارنه، از همه طرف سیمتریکال. اوتوماتیکلی سافتویر یه سری قید بهش اعمال میکنه، ولی همجور که میبینید این کاملا دیفاین نشده، چون اگر فولی دیفاین بشه باید رنگش مشکی بشه. خب به نظر شما این چی نیاز داره تا فولی دیفاین بشه؟ یه حجمی باید داشته باشه؟ نه، ما تویدی کار میکنیم، یه جایی اپروف بشه نامبرامون. نه نامبر، منظورتون از نامبرامون اپروف بشه؟ اندازه هامون رو باید تایید بشه. آفرین، دقیقا. ببین من یه دونه مستطیل کشیدم، سایزش چیه؟ ما باید سایزش رو بدونیم بگه. شما یه دونه موبایل رو میزتونه میدونین ابعادش چقدره؟ همینجوری یه مستطیل که نمیکشیم که. خب ببینیم قیدای لازم رو میده، ولی نمیدونه که شما چه سایزی میخوای. سایز با خود شماست. گاهی وقتا هم سافتویر قیدای درست نمیده، نمیدونه چی کار بکنه. شما باید بدونید چجوری بدید. قیدا رو به انگلیسی بهش میگن ریلیشنز. ما از اینجا اد میکنیم همه چیا. حالا ما یک چکین کار انجام میدیم، یعنی عجله نکنین، کانسپتش رو استپ بای استپ براتون میگم. خب حالا ما میخوایم یه آیدیایی بگیریم موبایلمون چقدره. مثلا موبایل 15 میلیمتر در 6-7 میلیمتر. ببینید smart dimension here on top. ما smart dimension رو باید انجام بدیم. روی smart dimension که کلیک بکنین، انتخاب میکنین، دراپ میکنین، میگه که چقدر میخواین اندازه باشه. خب حالا 15 بزنم خیلی کوچیک میشه، بزنین تا اسکیل اپش بکنیم باتن، میزنم 105. میگه این چقدر باشه؟ اینم من 7 گفتم، میزنمش 70. ببینید بلک شد. اینو نه شما میتونین اسمارت دایمنشن خارج بشه، اینو نه شما میتونین از اینجا جمعش بدین، اصلا کوسنتریک شده اینجا، چسبیده. میبینین اینقدر فیکسش کرده اینجا، نمیتونین طولش رو زیاد بکنین، نمیتونین عرضش رو زیاد بکنین. حالا یه موقعی هست شما میای و
دایمنشن این خط تعمیدی. ببین چه اتفاقی میفته، دراینگت زرد شد. چرا؟ چون you over defined it. یادتون باشه ما این ریلیشن ها رو میذاریم، هوریزونتال، ورتیکال، کوینسیدنت، دایمنشن، تمام اینا رو اد میکنیم که اینو فولی کنترل کنیم، بلک بکنیم. اگر وسواس بگیریم و بخوایم بیشتر اضافه بکنیم، رنگش قرمز یا زرد میشه، برای اینکه کانفلیکت پیدا میشه بین ریلیشن ها و شما اوور دیفاینش کردید. ببینید اینجا اینو گری نگه داشته، من اینو دیلیت میکنم برای اینکه اینو واقعا ما نیاز نداریم و الان دراینگ ما یه دراینگ فولی دیفاین آماده است که بره برای فیچر. ببینید اصل کار شما توی 2D، اگر تو 2D انجام بدید فیچرز کاری نداره. ببین من اینو کشیدم میرم توی فیچرز، وقتی میرم اینجا خودش زود میچرخوندش برای من، وقتی روی اکسترود میزنم و من یه حجم 20 هم میدم، حالا فرض کنید موبایلمون 20 که نیست 50، یک و نیمه، ده برابرش هم بکنیم 50. ما حجم 3D ساختیم اینجا مثل موبایل، فقط کانسپت رو باید بدونید. من این کورنر رو میخوام فیله بکنم با چقدر، مثلا بزنم با 5 این فیله میکنم این همه طرفش هم فیله کردیم، چیدیمون ساخت. ببینید این کار است که من کردم، همه اینجا خلاصه شده. اول اینا اکسترود کردم بهش حجم دادم، بعد فیله کردم دورش را، از حالت تیز بودن در بردم و یه حالت کورنر مانند بهش دادم. درسته؟ هیستوری کار ما اینجاست، اسکچ تو همون اسکچ اولی هم. حالا فرض بکنین، ببین من کلیت رو براتون میگم بعد برمیگردیم دیتیل کار میکنم. فرض بکنین روی اسکچ تو من متوجه شدم که این ابعادی که دادم 150x70 ابعاد درستی نیست. میام روی اسکچ تو کلیک میکنم، یه ادیت داره اینجا، ادیت اسکچ. از سون از این روی این بزنم اسکچ تو دوباره سایزش فعال میشه. دابل کلیک میکنم روی سایزم، اینجا 150 است. دیمس بزرگش این کلیک میکنم، این 110 بزرگش کرد. وقتی که من اوکی رو بزنم و اگزیت بکنم اسکچمو، 3D من آپدیت میشه، میشه همون 200x70. این نرم افزار خیلی نرم افزار فرندلی و پاورفولیه برای انجام کارا و دوباره شکلمون رو ساختیم. حالا این کل داستانی که ما قراره اینجا انجام بده، فیچرز های مختلف داره، شما میتونین ریوالو بکنین. شما یاد میگیرید اینجا که چجوری یه بطری آب تو یک دقیقه بسازید. انقدر راحت ساختن بطری آب، همون شکل پیچیده‌ای که میبینید حجم داره، خم داره، این ساختنش توی یک دقیقه است. پروفایل اصلیش رو در میارین و اینا میچرخونین حول محور و شکل شما ساخته میشه. پس 3D features کار سختی نیست، از لانگ از این که شما توی اسکیچ همه چیا استپ بای استپ درست انجام بدید. حالا ما برمیگردیم توی اسکیچ. فرض کنید که ما کارمون اینجا انجام شده، من میام توی اسکیچ دوباره یه تاپ پلین میگیرم، اسکیچ میزنم. ببینید این پایین اسکیچ تیری به وجود اومد، با اون اسکیچ تو کاری نداره، اصلا با این کاری نداره، من یه اسکیچ تیری دارم. ولی خب من الانه اینا رو دیلیت میکنم، اول از فیله شروع بکنم، اگزیت کنم اسکیچم و اول فیله رو دیلیت کنم، بعد باکس اکسترود رو دیلیت بکنم، برگردم به همون اسکیچ تو، میخوام اسکیچ تو رو مادیفای بکنم.
خب ببینید ها، ببین بچه ها، موقعی که با موز حرکت میدین اسکرول وسط موز، اونی که میتونین رولش بکنین، زومین و زوم اوت میکنین، بعد اگر همونو پایین نگه دارین و موز رو تکون بدین، این شروع میکنه اینو روتیت کردن و یک کمی وقتی که 2D کار میکنین کار مشکل میکنه، چون روتیتش میکنین یک کمی سخته که بفهمید چی شده. حالا اگر شما اسپیس بارا از کیبوردتون فشار بدین، این ظاهر میشه. شما میتونین انتخاب بکنین که چجوری میخواین اینو ببینین. این اسمش نورمال توه. اگه از اینجا هم نخواین رو اسکچ که کلیک بکنین، نورمال تو داره. وقتی اینو بزنین، اینو دقیقاً به همون حالتی که بود براتون میاد و کار کردن باش راحت تر. پس اسپیس بار نورمال تو یا اسکچ نورمال تو. اوکی. خب من اینو دیلیت بکنم، کل این چیزی که کشیدم، و بزنیم ببینیم که چی میخوایم بکشیم. همه اجازه بدیم من از اینجا برای شما یه چیز بیارم. من اولین بار دارم با این پلتفرم سینووید کار میکنم، زیاد نمیدونم چجوری باید اینا به دست شما برسونم. یه لحظه بذارین. داریوش جان؟ بله بله. ببین من میخوام یه دونه اشاینمنت، یه دونه پرکتیس بفرستم که بچه ها روی سیستماشون ببینن همزمان کار میکنیم. چجوری باید اینا توی پلتفرم شما اد بکنن؟ اشاینمنت چجوری؟ یه دونه، ببین نمیدونم شما اسکرین من الان میبینی؟ من اسکرین میبینم بله. ببین من این، خب توی وبسایت اگه میخواید بذارید، خب الان باید برید یه دونه درست نیمه قد طول میکشه. از قبل باید این کارو میکردیم. طول میکشه؟ طول که تا بیاید چیزش کنید. آره دیگه میخواد چی اسایمنت؟ خب همینجا شیرش کنیم ببینم. خب همین، خب چجوری باید شیر بکنم؟ توی زوم میتونم شیر بکنم؟ توی زوم خواهد نیم شیر؟ نه فقط اسکرین رو میشه شیر کرد. خب فایل هم میتونه بفرسته؟ نه تفرستانش فکر نکنم تو زوم بشه بفرسی. باید اسکرینه شیر کنی. خب حالی فایل میکنم. باشه بذار تا من این فکری میکنم. ممنونم ببخشید.
دوستان شما گوگل درایو دارین همگی؟ بله من دارم. بله بله من هم دارم. بله منم دارم. خب من از طریق گوگل درایو براتون فایل میفرستم. بذارید که تلگرام همه توی تلگرام هستن، اگه چیز خاصی نیست توی تلگرام بذارید همه از تلگرام برام بفرستید. من آخه تلگرام روی این لپتاپ شرکتم ندارم، تلگرام روی موبایلم داشتم. اوکی خب پس بذارید از همین تلگرام یک کاری بکنم. البته ببخشید از میان کلامتون، از طریق تلگرام وب اگر صفحه رو باز کنی میتونید توی تلگرام بذارین، تلگرام وب رو سرچ کنین. بله مرسی. تلگرامتون رو باز میکنه، بعد اینجا میتونین اتچ کنین از روی کامپیوترتون. اجازه بدیم که من فکر کنم بشه مثلا جزء یه سری از مثلا تمرین ها بعدم بذاریم تو سایت، چون ما مثلا دوره لید و این کار رو میکنیم. میذارم اونا رو براتون حتما من توی سایت. Let me fix that first, as I did. Then smart dimension this and this and give it 10. و ما این شکلی که می‌خواستیم برای خودمون ایجاد کردیم. خب من یه سوال داشتم، میتونم بپرسم؟ این ما موبایل رو که کشیدیم تو صفحه XZ کشیدیم درسته؟ ما این توی صفحه X توی فرانت کشیدیم، فرانت XY. بله X موبایل رو، این رو نه، موبایل رو تو اون صفحه پایین بر اساس اون چیزی که نه آه موبایل رو میگی تو چه صفحه کشیدیم؟ بله اون رو تاپ کشیدیم، تاپ میشه XZ. بله بله بر اساس حالا مثلا یه چیزی که واقعی حالا جلوم گذاشته میشه و میخوام ببینیم، چون روی میز هستش پس اینو باید تو فرانت توی تاپ لینگ بکشیم، ولی چیزی که به صورت تصویر مثلا یه همچین نقشه‌ای به ما داده میشه چون دید از روبرو هستش، در واقع اینو باید ما به صورت صفحه ایکس وای فرانت پلین در واقع. ببین این همش بستگی به درانگتون داره. بذارید من چند تا دونه اگزمپل نشونتون بدم. شما صفحه دسکتاپ منم میتونین ببینین دیگه، درسته؟ بله. بله این خب حالا اینا طول میکشه من باز بکنم ببین. آها این یه دونشه. ببین ما یه دونه فلنج کشیدیم، این فلنجمون این فلنجمون توی تاپ پلینه، این تاپ پلینه، ولی الان من یه دونه چیزی هست که فلواقع میبینین شما به صورت 3D دارین میبینین و بعدا اینو میخواییم بکشین. الان من یه دونه ساپورت دارم اینجا که با درافت ایجادش کردم، این توی فرانت پلین رایت ساید پلین کشیده شده، این توی رایت پلین، اصلا این رایت پلین انتخاب شده و توش کشیده شده.
بستگی داره که شما چه قطعه یا دارین میکشین و چه کاربردی داره و حالا هر کاربردی هم داشته باشه اون اهمیت نداره، چجوری شما دارین اون رو ارائه میدین. شما هر جوری شما میتونین اینو برای من روی تاپ لین بکشین، از لانگ از که من اینا نخوام اسمبلش بکنم با چند تا پارت دیگه، شما تو هر دایرکشنی میتونین بکشین. حالا در نظر بگیرین که شما دارین یه دونه شیشه نوشابه میکشین و درش دارین اون بالا کپ رو دارین میکشین. خب وقتی شیشه شما به حالت استوانه روی تاپ پلین کشیده شده تا بالا، شما اون درش رو نمیتونین روی رایت بکشید دیگه، اون در باید جوری باشه که بعدن وقتی اسمبلش میکنید بالا در شیشه شما رو ببرن. در واقع این صفحه به واقعیت نزدیکتر انتخابشون، درسته؟ میشه یعنی گفت میشه گفت آره دیگه، اون چیزی که میبینی میکشی، ولی اگر که شما دارین کار اسمبلی میکنین که چند تا پارت دارن و با هم دیگه اسمبل میشن با هم دیگه، اون موقع اون پارت ها با هم دیگه هستن که تصمیم میگیرن یه پارتی چه دایرکشنی باید کشیده بشه، چون باید ببینید چه جوری قراره ببرین به اونو وصلش بکنین. متوجه شدم، مرسی. خواهش. سوالی دیگه از دوستان دیگه سوال نداشتن؟ من یه سوال دارم، بعد از اینکه دراینگو کشیدیم چجوری ادیتش میکنیم؟ یعنی الان ما اینو کشیدیم، حالا فهمیدیم یکی از این اندازه‌ها یه ذره اشتباه. آفرین. خب ببین شما اصلا اگزییت کرد. رفتین این الان دراینگتونه، می‌خواید بریم توی فیچرز. اینو من ببرم فیچرز، اکسترودش کنم، اینو همینجوری برای من اکسترود میکنه. اونایی هم که سوراخه واسه من کات میکنه به این حالت، منو میتونم بدم و وقتی تمام کردم الان متوجه میشم که نه اصلا این سایز و دایمنشن اون نبوده که من میخوام. شما اینجا این نمودار درختی رو باز میکنی، این اسکیچ همون چیزیه که ایجاد کردی، روش که کلیک بکنین یه دکمه ادیت اسکیچ ده. بله. ادیت که بزنین و نرمالش بکنین شما برگشتین اینجا. چی کار میخواییم بکنین؟ میخواییم بیشتر مواقع وقتی ما ادیت داریم سایز رو داریم عوض میکنیم. بله. سایز رو میخواییم عوض بکنین، دابل کلیک میکنین رو سایزتون، عددتون رو تغییر میدین، میذارین 40. بعد چون شما همه اینا رو به هم ریلیت کردین، وقتی این 40 اپلای میشه همه چی بر اساس این تغییر میکنه. ولی اگر شما اینو بلو نگه دارین، یعنی بلک نشه، همون حالت بلویی که داشت با اون بردارین ببرین، بعد بیان یه مودیفیکیشنی انجام بدین، یهو یه ور شکلتون میزنه بیرون و شما نمیدونین اصلا چی شده. واسه همین باید شکل شما فولی دیفاین اینجا بلک بشه و بعدن بره توی فیچرز که اگر تغییرات یا مودیفیکیشن برداشتید دوباره کاری و کار اضافه نداشته باشه. خیلی ممنون. ببخشید یه سوال، اگه مثلا یه بخشیش آبی رنگ بود هنوز، یعنی اینکه ما یه اندازه ای رو ندادیم، درسته؟ اندازه رو ندادین، میتونین اندازه بدین، میتونین ریلیشن بذارین، خیلی کارو میشه کرد، بستگی داره. معمولا این برای همه پیش میاد، برای خود منم بعد از چند سال کار کردم پیش میاد، برای اینکه انقدر همه چی تو صفحه زیاد میشه که خطای چشم باعث میشه که آدم نفهمه چی شده. معمولا آخرین قیدی که ما میذاریم اینه که پروفایلمون رو فیکس میکنیم، یا اینو من میارم سر اوریجین اینجا فیکسش میکنم، یا همون جایی که هست مثل الان یه قید فیکس میذارم روش. وقتی میذارم اگر مشکی شد شد، اگر نشد یهو میبینی یه جایش آبیه، خب شما نمیدونین که اونجا چی شده. بیاین مثل من شکلتون رو انتخاب بکنین، حرکت بدین، این تو اون سمتی که مقید نشده هنوز جابجا میشه. بعد شما متوجه میشین که چه قیدی نیاز داره. ببین من موقعی که شروع کردم حرکت دادن پایین و بالا میشد، چپ و راست نمیتونستم بکنمش پایین و، خب مشخصا این میگفت من هنوز نمیدونم نسبت به این نقطه کجام، پس هر جایی میتونم قرار بگیرم. بعد من وقتی که دادم از اون نقطه ده باش همه فیکس شدن، چون تمام اینا رو نسبت به این من کشیده بود. درسته. بعد حالا چجوری این حجما رو میتونیم مثلا خالی کنیم؟ میدونین مثلا خب اونا مرحله بعده. ببینین حالا من میگم برای اینکه کلاس هم زیاد خسته کننده نباشه، ما اینو ایجاد کردیم،
ببین ما یه چیزی داریم، ببین تمام این دستورها دستورای سه بعدی ایجاد کردن، یعنی این 5 تا اینجا، 5 تا بعدی مخالف اینن، اینا ایجاد میکنن، اینا خالی میکنن، این اکسترودد میکنه، این اکسترودد کات میکنه، این ریوالو میکنه، این ریوالو کات میکنه، این سوپت میکنه، این سوپت کات میکنه، لافت لافتد کات و باوندری کات، یعنی اینا خالی میکنن. حالا ببینید شما اینا کشیدین، اگر قرار باشه شما پروفایل خالی بکنین نباید تو همون اسکچ ایجاد بشه، یعنی من اون پروفایلی که توی اسکچ دارم نمیتونم الان کاتشون بکنم. شما اول پروفایل اولتون رو میکشین، فرض کنین ما اینو کشیدیم الان به حالت به این حالت، حالا میخواین یه سوراخ تو این صفحه بزنید، شما این صفحه دیگه الان چی که نقشه دارین اینجا یه سه بعدی دارین، پلینی که قرار انتخاب بکنین که اسکچ توش ایجاد بکنین، این میتونه یکی از این صفحات باشه یا میتونه یکی از این صفحات باشه. ببین من اینجا چقدر صفحه دارم، من تو هر صفحه از این میتونم یه چیزی بکشم. من این صفحه رو انتخاب بکنم و بزنم روی اسکچ، اسکچ 5 رو برای من روی این ایجاد میکنه. یعنی الانه من اگر نرمال نگاه بکنم بهش و یه دونه دایره اینجا بکشم، بعد بیام اسمارت دایمنشنش بکنم، اینو بذارمش روی 20 همون چیز که نزدیک خودش، وقتی تمام بشه، وقتی برم توی فیچرز اکسترودد کاتو که بذارم، میاد اینو برای من کات میکنه. و من یه سوراخ دارم اینجا، حالا میخوام روی این صفحه یه سوراخ بزنم، اینو میزنم، میام اسکچ نرمال میکنم دوباره. خب ببینید همینجوری نمیشه علالله هر جایی مثل کاری که من کردم سیرکل رو بکشیم. شما میاد از این کانستراکشن لاین سنتر لاین استفاده میکنید، میگید از این مرکز من میخوام بیام پایین، بعد بیام این ور، بعد میاد اسمارت دایمنشن میدید، اینو میگین مثلا 7 رو میخوام بیام پایین، اینو میخوام 15 رو بیام به چپ. خب با سنتر لاین که کانستراکشن لاین ماست، بعد اینجا میگیم من میخوام یه سیرکل بذارم که قطرش 4، قطرش 8 رو بخشیم، شاش 4. الان ما این دقیقا پروفایلمون رو مشخص کردیم، الان من برم توی فیچرز اکسترود کات بزنم. خب ببین الان سوال میکنه چقدر اینا میخوای بزنی سوراخ بکنه. ببین میگه بلایند بکنه، یعنی تماما بیاد پایین، اضافه میکنی هر چقدر میخواد تا به آخر، حتی بزنه بیرون مشکلی نیست، این داره کات میکنه، اینه این داره از این کم میکنه، چیزی اضافه نمیکنه که شما ببینید. من یه چیزی برای شما توضیح بدم، بذارین با اسنیپینگ بذارم. به این وقتی که ما راجع به کات صحبت میکنیم، یه سری ترکیبای منطقی داریم ما توی ریاضی که مثلا ببین من این شکل دارم اینجا، این شکلم اینور دارم، دوتا دایره. حالا من این دوتا دایره رو با هم قاطی میکنم. حالا من میام این دایره رو، دایره سمت راستی از چپی کم میکنم، شکل من چه شکلی میشه اگه کم بکنم؟ این از بین میره کامل، برای اینکه این اصلا برای این چپی وجود نداره، قسمت مشترکم از بین میره، یعنی شکل من میشه اینجوری. حالا این دوتا اگر قاطی باشن، من این دوتا رو با هم جمع بکنم، چیزی که خواهم داشت اینا از بین میره، فقط این وسط این شکل میمونه. اینا ترکیبای منطقی ریاضیه. شما میخواین این لوله رو از این شکل کات بکنید، خب چیزی که اضافه اون لوله است نمیمونه آردی، برای اینکه اون اصلا مشترک نیست، اون قسمتی که بین دوتاشون مشترکه کات میشه. یعنی من اگر اینا هر چقدرم بلندتر بگیرم، چون دارم اکسترودد کات میکنم، کات اکسترود اینجا، از سون از اینکه اوکی بزنم، اون تیکش که اصلا مشترک نیست میره و من یه دونه سوراخ سراسری دارم. حالا روی اینا ما کار میکنیم، عجله‌ای نیست، اکسترود کات، اصلا ما فیچرز الان کار نمیکنیم، ما حتی جلسه بعد یکم دیگه روی ریلیشن ها کار میکنیم که مطمئن بشیم که
شما ریلیشن رو به خوبی مترجم میشید. امیدوارم بتونید تا جلسه بعد کلاس نصب بکنید این نرم افزار رو، برای اینکه بدون اینتراکتیو ورک این نرم افزار، حالا شما همه چی یادتون میمونه ولی چون پرکتیس ندارین زود فراموش میکنید. خب سوال دیگه ای داری دوستان؟ ممکنه بفرمایید که این نرم افزار رو به چه شکل میتونیم دانلودش بکنیم؟ سایت ایرانی هستش که بشه از روش دانلود؟ والا اون نسخه های پایرت که توی سایت ایرانی میدن، من راستش بخواید شاید بگم 6 7 سال از اون قضیه فاصله گرفتم و دیگه پیش نیومده که نرم افزاری بخوام، چون ما کالج کار میکنیم و همیشه همه نرم افزار اونجا اویلیبل بوده برامون که استفاده میکردیم. اینم این نرم افزاری هم که خودم الان روی کامپیوترم دارم واسه یه پروژه ما شرکت خودمون خریداری کرده که داریم استفاده میکنیم. نمیدونم راست چه بخوام. خدمت عرض کنم که من الان به مای اپ سنکا دسترسی دارم، یعنی از طریق اکانت و یوزر. خب میتونین نصب کنین شما که شما چون دارین هزینه تحصیلتون رو میدین، سافت‌ورهای اونجا رو دسترسی دارین. اونجوری که من استنباط میکنم، چون تلاشی که کردیم روی سیستممون چیزی نصب نمیشه، ولی به صورت آنلاین میشه گفت، یه جورایی به صورت مجازی ما روی سیستممون داریم، بعد از اینکه برنامه رو میبندیم و خارج میشیم خودش از روی دسکتاپ حذف میشه. بله خب این مای اپ دیگه تمام کالج ها اینجوری کار میکنن که از روی مای اپ شما استفاده میکنید و وقتی که خارج میشی دوباره برمیگرده روی. حالا من سعی میکنم که این رو امتحان بکنم، امیدوارم که مشکلی نداره. اون آقای علیرضا، شما هر موقعی بسیار. که به اون نرم افزار نصب بشین، وصل بشین، میتونین رانش بکنین. بله من فکر میکنم که کالج ها همشون یه آی تی دی سرویس دارن که الان تو این شرایط پندمیک داره 24/7 سرویس میده. شما اگر بتونین آنلاین چت بکنین با یکیشون، اصلا خودش میاد کامپیوتر تو کنترل میکنه و به صورت یه اگزه میفرسته و خودش بلد نصب میکنه و بهت میگه چیکار بکنه، همه کار رو براتون میکنه. بسیار. یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم، حتما ریکوایرمنت های نرم افزار نگاه بکنید و روی لپتاپ یا دسکتاپتون نصب بکنید، چون این نرم افزار خیلی قویه و گرافیک قوی میخواد. اگر گرافیک ضعیف باشه کامپیوتر فریز میکنه و اصلا قابل هندل کردن نیست. حتما یه چک بکنید. من اینا رو اطلاع ندارم دقیقا، چون خودم نصب نکردم، کسی دیگه کرد و اینا، اصلا دقیقا اطلاع ندارم. بجو نرم افزار ایرانی من فقط یه چیزی بگم، چون مشکل برای یه نفر قبلا پیش اومده بود، نرم افزار ایرانی که نصب میکنین نمیدونم چه جوریه. مثلا خود سالید ورک پیدا میکنه که این مثلا یه نرم افزار مثلا قفل شکسته هستش. من خدمتتون میگم، چون این اتفاق تقریبا 5-6 سال پیش، من یک کالج خصوصی درس میدادم و یکی از مدرسای ما که ایرانی بود به دانشجوش پیشنهاد داده بود که اگر میخواین میتونین نسخه پایرتش رو نصب بکنید. ببینید معمولا خب شرکت های مثل داسالت سیستم و اینا میدونن که دانشجو پول نداره که حالا بخره، حالا این یه ورژن خیلی ساده ترش رو به صورت ایژوکیشنال بهشون میدن، یا میدونن که طرف داره از یه جایی دانلود میکنه و به صورت پایرت ورژن داره استفاده میکنه. ولی از لانگ از این که بیزینسی انجام نده، هیچ موقعی اینا به صورت لژیتیمیت پیگیری نمیکنه. ما یه کالجی درس میدادیم که به همون گفته بودن اینجا کالجه، ولی لایسنس کالجشون نیومده بود و اینا رو به عنوان بیزینس نگاه میکردن، ولی کسی از مدرس اطلاع نداشت. همکار من با دونستن این که اینجا کالجه و نمیدونست هنوز بیزنسشون، اطلاعی نداشت، به شاگرداش پیشنهاد داد که نرم افزار سالید ورکس را به صورت پایرت از فلان وبسایت نصب بکنه و اینا نصب کردن و داسالت همون موقع از روی آی پی متوجه میشه که اینجایی که این کارو میکنه ایژوکیشنال اینستیتوشنه یا ایژوکیشنال اینستیتوشن نیست و بله براشون وارنینگ فرستادن که اگر که مشاهده بشه جریمه میشه، جریمه سنگین هم میکنه. واسه همین اگر شما تو خونه این کارا میکنین کسی بهتون گیر نمیده، ولی از لانگ از این که میرید پابلیک پلیس یا یه جایی که از هست یا از آی پی جایی دارین استفاده میکنین، ممکنه برای خودتون و برای یه کسی دیگه مشکل درست بکنه.
واسه همین اینجور نرم افزارها حالا چون کار ما کار 8 جلسه است، 8 جلسه تقریبا میشه 1 ماه 2 ماه، شما اگر این نرم افزار حالا ببینید چجوری نسخه ترایلش میتونید بگیرید که حدود 30 روز هست استفاده بکنین، و یا اگر بتونین کانکت بشین به دوستانتون که تو کالج‌های مختلف هستن و حالا جلساتی که کلاس داریم از طریق کامپیوترهای اونا وصل بشین و از نرم افزار استفاده بکنین، فامیل دوست کسی بالاخره یه راهی پیدا بکنین، میتونین از این نرم افزار استفاده بکنین. و الان که دارین انقدر وقت و انرژی و این چیزا رو میذارین، به نظر من بهتره که اینتراکتیو باشه و نرم افزار داشته باشین، وگرنه آروم آروم فراموش میشه. پس اگه از کپی لپتاپ خونه استفاده کنیم و این نرم افزار حالا مثلا کرکش رو نصب بکنیم، مشکلی پس پیش نمیاد؟ نه بابا، کی وقت داره بیاد ایندیویژوال آی پی رو نگاه بکنه؟ اینا معمولا آی پی آی بیزنس رو نگاه میکنن، برای اینکه خیلی با این نرم افزار رو بیزنس میکنن. و عددی که یه سالید ورک اکسپرت اگر یه موقع یه نفری به تورش بخوره که بخواد براش کاری انجام بده، عددی که شارژ میکنه پر اور برای اینکه بهش کانسالت بده، یعنی یه چیزی براش بکشه اینجا نشونش بده، توضیح بده، یا حتی براش انالایز بکنه، چون ما اگر توی اسمبلی بریم میتونیم از طریق اسمبلی انالایز بکنیم، حتی فلو سیمولیشن داره مثل انسیس، بین ساعتی 200 تا 300 دلار میتونن شارژ بکنن. یعنی شما هم حتی تو خونه نشستی سالید ورک داری، یه نفری ازت میخواد کار بکنی، عددهایی که شارژ میکنن واسه این خیلی گرونه. و خب این خودش یه بیزینسه، شما حساب شو بکن اگر یه پروژه بزرگ بگیری عدده جا بجا میشه بزرگه. خب داسال سیستم میگه چرا من سهم نباشم از یکی نیزاد کرد. واسه همین اگر استفاده میکنیم مطمئن باشید که پابلیک پلیس یا یه جایی اگر میرین کالجی جایی اونو ران نکنید، چون اگر اونو ران بکنید هم برای خودتون هم برای بقیه در سر روز. خب برگردیم به کارمون. اگر به من 2 دقیقه فرصت بدین من یه لیوان آب بخورم و برگردم تا یه سری نکته راجع به همون صفحه اسکچ براتون بگم که چیکارایی میتونیم اینجا بکنیم، یه کمی توضیحات بدم براتون، و ما درس این هفته رو همینجا نگه میداریم و انشالله از هفته دیگه همزمان روی اسکچ کار میکنیم و روی فیچرز تا درس رو ببینیم چقدر میتونیم ببریم جلو برشون. پس من 2 دقیقه وقت میخوام تا دوباره صحبت بکنم.
ببخشید دوستان. برگردیم اینجا. من یه سری کارهایی که میتونیم بکنیم تا بیشتر حالت اینه که چجوری نقشمون رو هندل بکنیم موقعی که داریم باش کار میکنیم براتون توضیح میدم. یکی از اونا همین چرخوندن نقشه است. شما باید اگر میخواین صفحه رو جابجا بکنین، چپ و راست بکنین، باید کلید کنترل از کیبورد پایین نگه دارین و اسکرول موس هم پایین نگه دارین، بعد میتونین چپ و راست بکنین اگر بخواین. حالا معمولا این زیاد استفاده نداره و کار نمیشه. یکی دیگه اینه که اگر اسکرول موس رو پایین نگه دارین میتونین روتیت بکنین و دور و بر شکلتون رو. حالا شما شکل چرخوندین، میخواین به حالت اول برگردین، میتونین بالا روی این ویو اورینتیشن کلیک کنین و بزنین اینجوری میخواین، یا بزنین میخواین نرمال نگاه بکنین، یا اگر میخواین سریعتر این کار رو بکنین اگر اسپیس بار رو بزنین همین ویو اورینتیشن رو به شما میده یا همین نرمال ویو میده که ما انجام بدیم. یه چیز دیگه، موقعی که دراینگ هایی داریم که یه باکسی داره که خیلی قسمت ها رو داخلش کاور میکنه، ما میایم از این سیکشن استفاده میکنیم. مثلا ببینید، من یه دونه مثال اینجا دارم، بهترین نشونتون بدم. اسمبلی هم البته هست. ببینید این یه دونه دیزاینه که ما حالا میخواییم داخل اینو ببینیم به چه صورت داخل این دیده میشه. این کات، این سیکشن ویو. وقتی سیکشن ویو میزنیم یه صفحه باز میشه که برای شما صفحات رو میاره. شما هر صفحه انتخاب بکنید بر اساس اون صفحه شروع میکنه اینو کات کردن. ببینید اینو از وسط نصف میکنه و بعد شما اینو که شروع بکنید کشیدن، این میچرخونه. ببخشید من باید از روی این نوشته ها برم. ببینید پایین که بکشیم میبره اینا یا واردش میشه. بذاری من نزدیک تر بشم. یا این یکی ببینین کات میکنه صفحه را، هر جایی که بخواین نگه میدارین تا بتونین توی نقشتون رو نگاه بکنین اگر یه سری صفحات کاور شده. مثلا من میتونم حتی این یکی رو، حالا من توی 3D براتون توضیح میدم، شما میتونین یه سری از قسمت‌ها رو هاید بکنین تا بتونین یه سری که بقیه رو بلاک کردن. مثلا این یه دونه ورتکس تیوبه، این داخلش کلی ما اجزا داریم که همه اینا توسط این پوست چیز شده، کاور شده. حالا من اگر این لاین رو بذارم اینجا میتونم اینا بکشم کات بکنم. ببینید وقتی کات میکنم الان داخلش رو میتونم ببینم اینجا. ببخشید کامپیوتر من یکم ضعیفه. این داخل این ورتکس تیوب ما رو نشون میده که میتونیم ما اینا عقب و جلو بکنیم و داخلش رو ببینیم به صورت کام. حالا این یه مورده که ما میتونیم سکشنمون رو کات بکنیم. این سکشن کات ها میتونیم از این بالا بذاریم و بعد این بره پایین بیاد بالا و هر جایی بخواین اینجا بخواین استاپ بکنین، اوکی که بزنین به صورت کات نشون میده. ولی این معنیش این نیست که اون قسمت شکلتون رفته. از سون از اینکه برگردین روی این کلیک بکنین کل شکل نشون میده. من اگر سیکشن کات رو بزنم و این سری این پلین انتخاب بکنم و اینو بیارم عقب، ببینید این داخل اینجا رو برای میخوام ببینم به چه صورت، اوکی بکنم، من میتونم این داخل رو ببینم به صورت کامل و بعد که بزنم اینجا این دوباره میره. این استراحن بشیم گن زوم اکستند یا زوم تو فیت، اینه که میزنی شکل تا جایی که میتونه بزرگ میکنه و فیت اسکرین میکنه که شما بتونید ببینید. این هم حالت های مختلف اپیرنس، ما میتونیم شیدت ببینیم که خیلی ریالیستیکه، میتونیم فریم ببینیم
و هیدن لاین ریموو بشه. میتونیم با هیدن لاین ببینیم، ببینیم هیدن لاین هایی که وجود داره، یعنی قسمت هایی که نمیبینیم به صورت داش لاین نشون میده یا فریم که هست. نه حالت های نمایش حالت های مختلف داره. اینجا متریال اسائن میکنیم، چیزی که حالا نیازی نیست راجع به اون صحبت بکنیم. و این یه کلیتیه راجع به سافت‌ور. پس فوکس ما برای 7 هفته آینده روی اسکیچ و روی فیچر میشه. داشتن نرم افزار روی سیستمتون خوبیش اینه که چون من این کورس رو هر جایی درس میدم به صورت اگزمپل با اگزمپل درس میدم، یعنی من اگر قرار باشه برای شما راجع به ریوالف کات صحبت بکنم یا راجع به سویپ یا راجع به لافت صحبت بکنم، میام یه مثالی میزنم و با همدیگه اون مثال انجام میدیم تا شما مفهوم لافته رو بفهمید که کجا استفاده میشه. واسه همین سعی بکنید ایشالا نرم افزار واسه هفته آینده داشته باشین و ما بتونیم مفیدتر از این کلاس استفاده بکنیم. سوالی دارین در خدمت؟ سوال خاصی نیست، ممنون از شما. قربان شما. مرسی. بقیه دوستان خیلی ممنون، متشکرم. وقتتون بخیر، شب بخیر، خدا خدا.